یک پیام دونالد ترامپ فضایی از گفتگو و بدبستان سیاسی میان آمریکا و طالبان وارونه شد. حاصل 9 دور گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان و 10 ماه مذاکرات فشرده در ابهام. فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان و بنیانگذار جریانی به نام موج تحول افغانستان است. او از شناخته شده ترین سیاستمداران زن افغانستان است. چشم در چشم طالبان دست کم 2 دور با آنها گفتگو کرده. از این گفتگوها چه به دست آورده؟ آیا حضور او در میز گفتگوها به بازسازی چهره جدید از طالبان کمک نکرده؟ و آیا با این اقدام دونالد ترامپ آن گفتگوها هم در خطر قرار نگرفته؟ خانم کوفی، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. وقتی که آقای ترامپ از توقف گفتگوها خبر داد، چه حسی داشتید؟ خب جنگ بیشتر از 40 سال مردم افغانستان را خسته ساخته و انتظار یک پایان جنگ و یک صلح آبرومند را همه مردم افغانستان دارند. ما هم به عنوان کسی که در این مملکت در جنگ بزرگ شدیم، آرزوی صلح را داشتم و دارم. ما فکر میکنم 9 دور مذاکرات امریکا با طالبان در این شک نیست که یک مقدار چهره طالبان را یک مقدار جرأت بیشتر به طالبان داده بود و یک مقدار به اصطلاح وجهه بین المللی طالبان را بهتر ساخته بود. ضرورت یک فشار دیپلماتیک سیاسی به طالبان بود و بهتر بود که فشار در دورهای قبلی مثلا در دور پنجم و ششم وارد میشد، به دلیلی که این گفتگوهایی که در بدون حضور مردم افغانستان و حکومت افغانستان صورت گرفت، از یک طرف از لحاظ سیاسی به طالبان امتیاز بیشتر داد و از طرف دیگر در میدانهای جنگ و در حملات از اونا جدیت بیشتر متاسفانه که وارد کرد. بنابراین من فکر میکنم یک ضرورت بود، در عین حال که ما علاقمند دوام از این پروسه هستیم و ما فکر میکنیم که پروسه صلح اثر گرفته شوه، این فشار هم لازم میدانستیم. پس خوشحال شدید؟ با یک فشار سیاسی لازم بود، مثل تمام مردم افغانستان که از جنگ خسته شدن. ما هم صلح میخواییم، اما صلحی که با قیمت عدم حضور ما نباشه. خیلی خوب، قبل از اون وقتی که آقای خلیلزاد گفته بود که تقریبا همه چیز نهایی شده، چه حسی داشتید وقتی که شبح طالبان دوباره در حال ظاهر شدن بود؟ خب ما از چندین باره که با طالبان دیدم و آخرین باره که در دوحه دیدیم، ما بارها در اظهارات رسمی خود این مسئله را گفتیم که ما باید محتاطانه خوشبین باشیم نسبت به این پروسه، یعنی باید احتیاط لازم داشته باشیم، به دلیلی که ما احساس ما در دوحه و در مسکو دیدار و مخصوصا زمانی که ما به حیث کسی که عضو کمیته مسوده سازی برای موقف مشترک یا اعلامیه مشترک بودم و بیشتر از تقریبا 10 ساعت تا 14 ساعت با طالبا در یک اتاق صحبت کردیم، ما احساس داشتم که پیام طالبا با جهان و با مردم افغانستان متفاوت است. مثلا در گفتگوهایی که ما روبرو اشتراک داشتیم، ما کمتر احساس میکردم که در مسائل اساسی و مهم افغانستان اونا ذهنشان تغییر کرده باشد. بنان یک ابهام بود، هرچند مسائلی که امریکا با طالبان صحبت میکرد در رس آقای خلیزاد مسائلی بود که اکثرا گفته میشد مربوط امریکا است، در حالی که ما در او زمینه هم ملاحظه داشتیم یکی دو مسئلهش مسائلی بود که در او باید افغانستان دخیل میشد، اما بیشتر گفته میشد که مسائل ما بین امریکا است. از این که ما در جریان نبودیم طبیعتا که نگرانی و ابهام وجود داشت، ولی از این که ما به طرف یک توافق نزدیک میشدیم، معلوم دار تمام مردم افغانستان انتظار یک فضای متفاوت داشتن. گفتید فشار بر طالبان لازم بود، ولی این فشاری که رئیس جمهوری آمریکا آورد، فکر نمی کنید که همه چیز رو به هم ریخت؟ نه خیر، من فکر می کنم که در هر پروسه صلح این نوع شرایط اتفاق می افته. شما وقت پروسه صلح کولومبیا را می بینین یا سایر کشورها را، قسم بوده که در وسط حتی برای مدت یک سال دو سال متوقف شده و دوباره از سر گرفته شده. ما فکر میکنم که این را بهتر است که ما به یک فرصت تبدیل کنیم، مخصوصا از آدرس افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان، به یک فرصت تبدیل کنیم و از اون فرصت استفاده خوب صورت بگیره. شما در مسکو و قطر با طالبان گفتگو کردید، اشاره هم کردید.
حالا که تقریبا نتایج گفتگوها میان آمریکا و طالبان در مخاطره قرار گرفته، با خودتون فکر کردید که گفتگوهای شما چه دستاوردی داشت؟ ما فکر میکنم اولا این گفتگوها باید ادامه داشته باشه. ما به حیث رهبران مسئول یک ملت که 40 سال رنج دیدن و هر روز فرزندان ما هم در خط اول مبارزه و جنگ و هم اونایی که در خط اول نیستن، مردم ملکی و غیر نظامی، هر روز ما قربانی میتیم. ما قربانی اولی تروریسم و مبارزه با تروریسم هستیم. ما هنوز هم باورم است که ما مسائل را باید از طریق گفتگو و تفاهم حل کنیم. البته این گفتگو و تفاهم به معنای امتیاز دادن و تسلیم دهی هیچ نوع ارزش ما به هیچ گروه نیست. ما باید از یک آدرس قوی صحبت کنیم. من هنوزم باورم است که ما باید گفتگو را ادامه بدیم. ما فکر میکنم برخلاف حضور ما در گفتگوها و پیامهایی که با قاطعیت و جدیت از طرف ما مخصوصا زنان در این گفتگوها ارائه شد، به طالبان ما فهماندیم که افغانستان امروز افغانستان است با حضور ما و اینا ای افغانستان را با حضور ما باید بپذیرند. ما فکر میکنم که ای حضور و ای گفتگو حداقل پیامی که میتونه داشته باشه تصویر جدید افغانستان جدید به طالبا بود. شما خودتون هم اشاره مختصری کردید، فکر نمیکنید که حضور شما مشروعیت بخشید به طالبان درست در زمانی که اونها برای ارائه یک چهره جدید از خودشون به این نوع مشروعیت و به حضور شما نیاز داشتند؟ خب مشروعیت جهانی از طرف کشورهایی که با ما شریک هستند برای طالبان بخشیده شده بود. قبل از دیدن ما چندین بار ملاقات امریکا با اونا صورت گرفت و در نهایت امریکایی‌ها و سایر کشورها علاقمند تفاهم با طالبان بودند. ما به حیث رهبران یا به حیث نماینده های ملت که زجر و رنج زیادی را متحمل شده، دو انتخاب داریم: یا بریم به جنگ و ادامه جنگ، یا با کاروان صلح‌خواهی مردم افغانستان همراه شویم. ما فکر میکنم برعکس اونایی که فکر میکنن که حضور ما به طالبان مشروعیت بخشید، ما فکر میکنم که حضور ما تصور و به چهره کشاندن افغانستان جدید به طالبان بود، افغانستانی که در او زنان دیگه تنها کسانی نیستن که توسط طالبان شلاق بخورن، بلکه زن انسانهایی هستن که دارای حق و رأی مساوی در میز گفتگو با اونا به شکل مساوی اشتراک میکنن، خواستهای خود را به شکل مساوی مطرح میکنن و روی موضع خود میستن و مستحکم و محکم هم میستن. وقتی راجع به مساوی، وقتی راجع به حضور زنان، بله، وقتی راجع به حضور مساوی صحبت میکنید، حق مساوی صحبت میکنید، مثلا تعداد زنان کم بود در هر دو نشستی که شما با طالبان داشتید، این یک. و ضمن اون هم چه شواهدی وجود داره که بگیم بر اساس این شواهد طالبان حتما این پیام رو دریافتند، درک کردند که گویا افغانستان خیلی تغییر کرده و زنان جایگاهشون عوض شده؟ خب متاسفانه جهان یک جهان نابرابر است. شما در تمام گفتگوهای صلح، حتی در کشورهایی که ادعای دموکراسی و مشارکت جنسیتی، مشارکت سیاسی و اجتماعی پیشینه تاریخی بیشتر دارند، حتی او کشورها هم که ببینین از لحاظ حضور فیزیکی توازن متاسفانه مراعات نیست. در جنگ های دیگه، در آیلند شمالی، در کولومبیا، در سایر کشورها، بوسنیا، شما وقتی پروسه را میبینین عین یعنی حضور فیزیکی مساوی نیست. حتی آیت مذاکره کننده که از طرف امریکا با طالبان صحبت میکرد، حضور مساوی زنها در او نبود. خب این یک دنیای نابرابر است و ما برای برابری مبارزه داریم. ولی مهم، آنچه که بر ما مهم بود، قوت حضور فیزیکی نبود، او یک بخش بود. برای ما قوت حضور معنوی ارزش داشت و ما در سه دور، به ویژه در دوحه و در دو دور مسکو، این قوت حضور معنوی خود را به تمثیل گذاشتیم. فراموش نکنیم که طالبان در وقت حکومتشان در برابر کلمه زن حساسیت داشتند، حضور زن را در اجتماع منکرش بودند. اما در اعلامیه مشترک ما بارها از زنان یاد کردیم. چه حضور معنوی که شما خودتون هم گفتید، مثلا در یکی از نشست ها اعضای عالی رتبه طالبان حتی سلام شما رو پاسخ ندادند، غیر از یکیشون البته. یا مثلا در یک جای دیگه گفتید که کار به تنش لفظی کشید در قطر و حتی اونها الفاظ رکیک به کار بردند.
خب الفاظ رکیک دو جانبه بود و قوت کلام ما در رکیک بودنش نبود. قوت کلام ما که از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان بحث میکردیم، دوستایی که اونجا بودن وقت روی بحث جمهوریت مثلا بحث کردیم، روی بحث حقوق بشری زنان بحث کردیم، ما قوت کلمات خود را بلند برده و ما برای از اونا گفتیم که شما باید با افغانستان امروز خود را برابر کنین. افغانستان امروز دیگه به او شرایط بر نمیگرده که با شما برابر کنه. ما بارها جلسه را به اصطلاح تحریم کردیم تا به خواستهای خود ما برسیم. و من فکر میکنم اگر این شما مقایسه کنین با 18 سال قبل که زنان را اینا نمیپذیرفتن، خب یک پیشرفت است. حال ما ادعا ندارم که همه چیز در افغانستان خوب است. در کجای امین نظام فعلی ما واقعا حقوق اساسی زنان را به معنای واقعیش برش برآورده ساختیم؟ این یک راه طولانی است که ما باید ادامه بدیم و از یک نقطه باید آغاز شد. ما فکر میکنم که در یک شرایطی که زنان افغانستان تشویش دارن که با آمدن طالبان شاید دیگه حضور امروزیشان را نداشته باشن، حضور زنان و گفتگو و بحثشان در این جریان مذاکرات و گفتگوها اطمینان میتونه بر زنان افغانستان باشن. بسیاری گفتن که وقتی کار گفتگوها به اینجا کشید که از نظر بسیاری به نقطه اول برگشتند، کسانی که با طالبان گفتگو کردند از جمله زنانی که گفتگو کردند حس فریب خوردگی دارند. من موافق نیستم با این اظهار. این اظهارات بیشتر از طرف کسانی است که اونا هرچند مثل ما شاید دایه صلح‌خواهی داشته باشند، اما امی چانس حضور برشان کمتر مساعد شد. ما فکر میکنم اینا و صحبت ها بیشتر عکس العمل است تا واقعا یک استراتژی باشه. راهکار خواست مردم افغانستان است. صلح امروز از یک پروژه خارجی که یک نیازی ملی بیشتر است. امروز وقت ما در هر گفتگو اشتراک میکنیم، سوال که از طرف مردم و دوستان و همفکران ما مطرح میشه که آیا واقعا ارزش داره که با همه تلفات شما باز هم اشتراک کنین؟ پیام ما به اونایی که فکر میکنن که این پروسه ناکام شد، اونایی که اشتراک کردن هم ناکام شدن، و با اونایی که فکر میکردن دیروز که ما چرا اشتراک میکنیم ارزش نداره، ای است که راه رسیدن به صلح آبرومند یک راه طولانی است و از یک نقطه باید آغاز شود. ما به خواست مردم خود باید پاسخ بدیم. با توجه به اینکه صلح یک نیاز ملی است، ما باید برای رسیدن به او تلاش کنیم، اما مشروط به اینکه طالبان چند چیز را عملی کنن. اولا اعتماد مردم را در قسمت اعلام آتش بس باید جلب کنن. دوم وابستگی خود به شبکه های استخباراتی تروریستی اینا جدا قطع کنن و نشان بدن که اینا دیگه وابسته نیستن. سوم افغانستان امروز را با جمهوریت و تمام پیشرفت ها باید بپذیرن. زمانی که چنین میشه، خب یک راه باید پیدا شه برای آینده. بله، من یک سال دیگه هم میپرسم راجع به گفتگوها با طالبان، بعد میرسیم به بحث بعدی. پیشاپیش معذرت میخوام اگر خیلی سوال مناسبی نیست. همسر شما در زندان طالبان بود، در اونجا مریض شد، بعد هم از دنیا رفت. وقتی که با طالبان دور یک میز نشسته بودید، هیچ وقت به گذشته هم فکر کردید؟ اتفاقا هر یک از کسانی که در افغانستان زندگی کردن از یک تجربه ناخوب 40 سال جنگ را دارن، و مایی که تمام عمر خود را در افغانستان زندگی کردیم از هر مرحله جنگ یک تجربه ناخوب دارم. معلوم دار است که دوران طالبان برای زنان شاید سیاه‌ترین مرحله زندگی زنان بوده باشه، و باری که من طالبان را دیدم اولین بار، تمام خاطرات ناخوبی که نه تنها ما از لحاظ شخصی بلکه تمام زنان افغانستان با او مواجه بودن، برای چند ثانیه حداقل در ذهن ما خطور کرد و حضور یافت و تیر شد. درست است که برای ما سخت بود، برای تمام زنان افغانستان سخت است که خاطرات دوران طالبان را فراموش کنند. ما با حفظ خاطرات دوران گذشته میخواهیم با آینده ببینیم. برای ما بسیار سخت بود، اما فکر میکنم که مردم افغانستان مستحق یک زندگی صلح‌آمیز هستند. خانم کوفی، اشاره کردید به اینکه خب در جهانی نابرابر زندگی میکنیم. در افغانستان هم زنان با چالش‌های زیادی روبرو هستند. شما از فعالین زن هستید، سالها در عرصه‌های مختلف حضور داشتید. بعضی میگن که فرصت‌های زیادی برای زنان فراهم شد، ولی اونها نتونستن در افغانستان اونطور که باید از این فرصت‌ها استفاده بکنند. ظرفیت کافی وجود نداره. چی فکر می‌کنید در این باره؟
خب من خوشحال هستم که از زنان انتظار زیادی وجود داره که فکر میکنن که توقع به حدی است که فکر میکنن که از رهبران مرد کده هم رهبران زن در مقایسه با رهبران مرد باید بیشتر بدرخشند، دستاورد بیشتر داشته باشند. اما خب چقدر انتظار شما فکر کنین زنانی که یک عمر محرومیت و مبارزه را سپری کردن، اگر شرایطی که امروز زنان افغانستان در او قرار دارن، از فقر گرفته تا به خشونت ها، تا به نبود شرایط محافظتی سیستماتیک، تا نبود حمایت های درست قانونی، تا به فقر که از او یادآوری کردم و ای که در میدان جنگ فرزندان و عزیزان خود از دست میتن، مشکلات روانی که از ناشی شدن جنگ با او مواجه میشن، با وجود همه چقدر اینا ظرفیت برای مقاومت و ایستادگی از خود نشان دادن؟ چقدر دیگه انتظار است که زنان افغانستان ایستادگی نشان بتن؟ فرض کنین هر یک از زنان افغانستان از شرایطی که گذشتن، اگر در کشورهای دیگه چنین شرایط مشابه زنان به او مواجه شوند، آیا هنوز هم توان ایستادگی را دارند؟ به یقین ما گفتم میتونم که ندارن، ولی این مقاومت و ایستادگی زنان افغانستان بود که با همه شرایط امروز هنوز هم حضور دارن و با همه هر لحظه ایشان مبارزه است. در افغانستان فراموش نکنیم که هر لحظه مبارزه برای برابری به این میمانه که شما به یک تپه بسیار بلند بالا شوین، باز ببینید که سرتان به یک صخره دیگه خورده و پس به نقطه صفر برگشتین. این یک کار آسان نیست. شما اگر تجربه زندگی هر زن سیاسی را ببینین، اینمی دشواری و فراز و نشیب را داره، اما اینا پیش رفتن و مبارزه کردن. ولی بعضی ها میگن که این دستاورت ها در مقایسه با پولی که خرج شد، هزینه‌ای که صورت گرفت، حمایت هایی که وجود داشت کافی نیست، به این معنا که یک طبقه بسیار کوچک از زنان بهره‌مند و برخوردار شدند، ولی در مناطق وسیع از افغانستان وضعیت تقریبا تغییر نکرده. اگر فرض کنید که زنان به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند، اگر از تلفن‌های هوشمند، موبایل‌های جدید استفاده می‌کنند، اینها در میان طبقه بسیار نازک و کوچک از زنان هست. خب من با شما موافق هستم به این طرز فکر که از کمک‌های بیرونی استفاده مؤثر به نفع تمام زنان افغانستان صورت نگرفت و یک تفاوت جدی بین زنان شهرنشین و زنان دهنشین وجود داره. شما وقتی به دهات افغانستان میرین، شاید خواست‌ها فرق کنه، توقعات فرق کنه، و او فرصت‌هایی را که زنان شهرنشین دارن، من موافق هستم که برای زنان دهنشین فراهم نشده و شاید از کمک‌های بیرونی آنچنانی که زنان افغانستان باید استفاده میکردن نشد، متاسفانه، برای زی که برنامه ها توسط مردان ساخته میشد. مثلا در افغانستان سروی صورت گرفت که بلندترین رقم مرگ و میر زنان و اطفال را افغانستان داره، اما وقتی کمک های بشردوستانه آمد برای بهبود وضعیت صحی زنان، این در عموم مناطقی که باید مصرف میشد نشد. با این با شما موافق هستم، ولی با این موافق نیستم که تنها زنان شهرنشین ادعای پیشرفت و ترقی را دارن و زنای دهنشین ندارن. شاید یک زن در قندهار علاقمند این نباشه که چادری یا برقه را سر خود دور کنه، او انتخابش است، طرز لباس پوشیدنش، اما یقینا این علاقمندی را داره که دخترش به مکتب بره. بران خواست کلی، خواست مشترک است. حتی او زنانی که در تحت سیطره طالبان هم زندگی میکنن و ما تماس هایی که برشان داریم، بران خواست مشترک است. بله، در بخش از حرفاتون خانم کوفی به موضوع جمهوریت و جمهوری اسلامی افغانستان اشاره کردید. بحثی است الان در افغانستان که تصویری از جدال بین جمهوریت و امارته. شما با طالبان از نزدیک گفتگو کردید، اشاره هم کردید که تغییرات چندانی رو در تفکر اونها نمیبینید. اصلا جمهوریتی که شما ازش حرف میزنید برای طالبان پذیرفتنی هست؟ خب اگر قرار باشه که قبل همه چیز به دو طرف قابل پذیرش باشه، دیگه ضرورت به گفتگوی صلح نیست. شما گفتگو میکنین که جانب مقابل را یا قناعت بتین یا هم جانب مقابل شما را قناعت بتین. بنان من فکر میکنم یکی از موارد جدا اختلافی در گفتگوهای آینده با طالبان بحث نوعیت نظام خواهد بود، نوعیت نظامی که در اون مردم به سرنوشت خود حاکم باشند و توسط رأی خود بتوانند که حکومت آینده خود انتخاب کنند. هرچند انتخابات گذشته در افغانستان با مشکلات همراه بوده و ما همه شاهدش هستیم و شما هم شاهدش هستین، ولی دیگه بدیل نیست. ما یکی از مواردی را که هم در گفتگوهای مسکو در دور دوم و هم در گفتگوهای دوحه به او تاکید داشت همه تقریبا، و ما هم در زمانی که اعلامیه
هم ساخته میشد، در گفتگوهای رسمی و علنی هم، معذرت میخوام، در گفتگوهای علنی هم که رسمی نبود معلوم دار. موضع ما موضعی بود که جمهوریت خط سرخ است برای مردم افغانستان، برای اینکه در جمهوریت زن و مرد و از هر نوع پس منظر سیاسی و اجتماعی و مذهبی دارای یک حق است که او حق رأی است. بنان ما فکر نمی کنم که این مورد باشه که در آینده باید قابل انعطاف باشه. طالبان باید، اگر ما قرار شود که به امارت اسلامی بریم، به معنای تسلیم دهی افغانستان دوباره به طالبان است. ما فکر نمی کنم در این مورد ما حاضر به عقب گرد باشیم. خب، یکی از موارد است که بله، دنیا هم برش یک سوال کلان خواهد بود اگر بعد از این سرمایه گذاری روی انتخابات اینا برن و همسو شوند با طالبان. ولی بسیاری میگن که جمهوریت در داخل افغانستان از طرف نیروهایی که معتقد به جمهوریت هستند یا ادعای اعتقاد به جمهوریت دارن بیشتر تخریب میشه تا طالبان. مثلا شخص خود شما با هر دو بخش حکومت مشکلات جدی دارید، در این صورت کی باید از جمهوریت، از نظام و از حکومت دفاع بکنه؟ خب ادعای جمهوریت خواهی به معنای این نیست که شما مشکلاتی را که در جمهوریت است از او چشم پوشی کنین. ما چشم پوشی از مشکلات جمهوریت یک چیز خانم کوفی، ولی انتقاد از صدر تا ذیل یک حکومت چیز دیگری. بله، البته مواردی که قابل انتقاد است باید نقد شوه، مواردی که مردم افغانستان از او رنج میبرند باید نقد شوه. به عنوان مثال وقتی ما میگیم که فساد وجود داره، خب این فساد چیزی نیست که ربط مشخص به جمهوریت یا امارت داشته باشه. این نوع برخورد سیاسیون و زمامدارا در قسمت این قضایه است. بنان وقتی ما بحث میکنیم از جمهوریت، به معنای از این نیست که ما به اصل مسئله مشکل داریم، اما وقتی در این پروسه شما با مشکل مواجه میشین، یقینا که باید انتخاب کنیم، باید اجازه بده که بی‌پرده تر صحبت کنیم. اگر همین موضوع رو به آقای غنی بگیم، اگر به دفتر ریاست جمهوری بگیم، اونها میگن که مشکلات شخصیه. مثلا ممکنه شاید بگن که چون خود خانم کوفی از حکومت بهره ای ندارند منتقدند. من نمیدونم منظور بهره بری از حکومت چی است. شما عضو حکومت نیستید، مقامی در دولت ندارید. خب، اگر به شما شاید پیشنهادی میشد نگاهتون فرق میکرد. خب ما یک چیز را میخوایم اگر شخصی صحبت کنیم، به وضاحت آقای موسوی خدمت شما بگویم که ما اصول و ارزش های خود را در برابر موقف حکومتی با معامله نمیگیرم. ما زمانی که عضو مجلس بودم و زمانی که معاون مجلس بودم هم عین دیدگاه را داشتم که امروز دارم در مقابل قضایا. شما اگر پس منظر سیاسی مرا مرور کنین، ما در برابر قضایا موضعی داشتیم که مردم افغانستان از ما انتظار دارن. بنان این تنها خانم کوفی نیست که در برابر قضایای امروز افغانستان انتقاد داره. مردم افغانستان را ما صدایش را تمثیل میکنیم و مردم افغانستان حق دارند که در یک جمهوریت صدای متفاوت را بیرون کنند و خواست مردم را بیان کنند. اگر قرار باشد که ما خواست ما مطرح نشه و گفته نشه، خب با تفاوت با نظام اماراتی نخواهد بود. اگر کسانی که فکر میکنند که در برابر موقف خاموش میشن، خب جنگ قدرت شاید جنگ منافع باشه. بسیار. فرض کنید اونایی که در حکومت هستن، امروز اگر در حکومت نمی بودن، اگر امروز در حکومت نمی بودن، به پیمانی که امروز دفاع میکنن دفاع میکردن، معلوم دار است که جنگ منافع است. خانم کوفی، شما کاندیدای مجلس بودید، یک بار دیگه رد صلاحیت شدید. چرا در انتخابات ریاست جمهوری خودتون رو کاندید نکردید؟ من میدونم که شما تمایل دارید. رای سیاست رای طولانی است و ما فکر میکنم ما هنوز آغازین قدم های خود در ایران گذاشتیم. و در مورد عدم صلاحیت شما در انتخابات پارلمانی، اون مشکل رو تونستید حل و فصل بکنید؟ شما متهم بودید که گویا افراد مسلح غیر مسئول دارید. خب مردم افغانستان شاهد هستند که یک برخورد سیاسی بود. این مشکل از جانب ما نبود، این مشکل از جانب کمیسیون شکایت که من یقین دارم به فرمایش کسانی از افراد سیاسی تصمیم شاید گرفته شد. اونا باید ثابت میکردن که ما افراد مسلح غیر مسئول داریم، چون برات زمالت اصلی است. ما ادعا نکرده بودم، اونا ادعا داشتن. ما به سارنوالی و به مراجع عدلی و قضایی در این زمینه شکایت خود را دادیم و قضایا زیر بررسی است. ما امیدوار هستم به زودترین فرصت اونایی که متهم ساخته بودن ما را این قضیه واضح شود که کی ادعای سیاسی و غلط کرده بود و کی واقعا متهم است. ولی فرد دیگری هم مثلا چنین ادعای علیهش وجود داشت که گویا
سلاح غیرقانونی حمل میکنه، رفت مجوزهای خودش رو که از وزارت کشور یا وزارت داخله داشت به کمیسیون نشون داد و مشکلش حل شد. خب از ما سلاحی وجود نداشت که ما باید میدادیم. ما دو سه نفر پرسنل امنیتی که دارم، اینا از طرف ارگانای امنیتی کمک شدن. ما سلاحی وجود نداره که ما او را بریم ثبت و راجستر کنیم. از ما برخورد سیاسی بود و هر سندی که اونا ارائه میکردن ما اگر در برابرش دفاع میکردم نتیجه تغییر نمیکرد، اما اونا اسناد بر ما ندادن. اونا هیچ وقت نگفتن که شما از چند نفر مسئول امنیتی خود را جواز سلاحش بر ما بیارین. اونا هیچ وقت نگفتن که چی میخواهن. اونا تنها گفتن که شما به اساس قانون ماده 44 قانون انتخابات به انتخابات رفتن نمیتونید. ماده 44 هم چنین بود که کسانی که قمندان هستن، فرمانده هستن یا عضو گروه های مسلح غیر مسئول هستن کاندید نمیتونن و اینا هیچگاه نتونستن بر ما بگن که ما عضو هستیم یا فرمانده هستیم که ما او را ثابت میساختیم. البته یک من خنده را برازی کردم که یک اتهام بسیار جالب بود برای خودم، حداقل برازی که شما هم تاریخچه پارلمانی مرام که ببینین من موضع ما دوامدار علی ازی افراد بوده. اینا هر اتهام دیگه میبسن شاید مردم افغانستان میپذیرفتن، اما همت یک اتهام حتی مخالفین سیاسی ما هم نمیپذیرن. بنان یک تصمیم سیاسی بود و ما از یک لحاظ خوشحال هستم که از صدای زنان هراس پیدا شده و زنان اینقدر قدرت مردمی پیدا کردن که از صدای زنان تشویش وجود داره و اینا به بهانه های مختلف تلاش میشن که از سیستم های دولتی دور شون. ولی دور شدن نام ما از لیست کاندیدا به معنای از این نبود که ما سیاست افغانستان دور میشم. امروز من فکر میکنم ما به یک اعتبار تبدیل شدیم، به یک اعتباری که مردم افغانستان بیشتر از روزهای دیگه و سالهای دیگه اعتبار دارن. ممنونم از فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان و بنیانگذار جریان موج تحول افغانستان از کابل بمان.